از روز جهانی مبارزه در برابر بیماری بزرگداشت می شود که سال پار 48 هزار شهروند کشور به این بیماری مبتلا شدند. وزیر صحت می گوید که این بیماری در سال پار جان 9000 شهروند افغانستان را گرفت. افغانستان میزان بلند موفقیت توبرکلوز را بعد از معرفی استراتژی تداوی کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم داراست. موفقیت تداوی در افغانستان در حدود 91% است. بیماری توبرکلوز با فقر و بیسوادی رابطه ناگسستنی دارد. از همین رو آگاهی دهی برای جلوگیری از این بیماری بسیار مهم گفته می شود. در 16 سال گذشته یعنی بعد از سقوط رژیم طالبان تا حالا بیشتر از 500 هزار مریض توبرکلوز تشخیص شده و تداوی شده. این رقم یک رقم بسیار تکان دهنده است. حالا به گفته جناب وزیر صاحب تنها در سال گذشته 48 هزار قضیه توبرکلوز بسیار کم نیست. 48 هزار مریض توبرکلوز میتونه هر کدامش ده ها تن دیگر مصاب به توبرکلوز بسازه. حکومت افغانستان از تعهداتش برای پایان بخشیدن به بیماری توبرکلوز در افغانستان اطمینان میدهد. این تعهد باز هم به نمایندگی از حکومت وحدت ملی برای ادامه پشتیبانی از برنامه ملی محو توبرکلوز اعلان میکنم و این باور را دارم که ار تحولی که در جریان انتخابات بیاید نظام اداری آیندی افغانستان هم با در نظر داشت اهمیت ما در این عرصه ها عین تعهد خود داشتند. برنامه حکومت افغانستان این است که بیماری توبرکلوز را تا سال 2030 میلادی در افغانستان از بین ببرد. کشورها و نهادهای کمک کننده به برنامه پایان دادن به بیماری توبرکلوز در افغانستان نیز به ادامه کمک‌هایشان تعهد می‌سپارند.